خب بریم ادامه کارمون. من بهتون گفتم که خب ما اینجا یه تگ هد داریم باز و بسته، تگ در واقع پیرس هستش، هد جفته، بادی هم همینطور باز و بسته است. از کجا میفهمم بسته است؟ این اسلشر رو میتونید تو ذهنتون داشته باشید، یعنی این قسمت بستهشه، این قسمت بازشه، و هد هم همینطور، این قسمت بازش و این قسمت بسته. شما میتونید بین این دوتا در واقع بیاید و به این صورت اصطلاحا اینتر بزنید و بتونید بینش کلی در واقع مقادیر و موارد رو قرار بدید. حالا به مرور زمان باید یاد بگیرید. نگاه کنید، من توی این قسمت هد میتونم الان کلی مطلب قرار بدم. خب اولین تگی که میخوایم باش آشنا بشیم چیه؟ تگ تایتل هستش. تگ تایتل در واقع توی هد قرار میگیره و برای اسم دهی به صفحات وب استفاده میشه. نگاه کنید این بالا رو ببینید، من روش که نگه میدارم مثلا نوشته شده وبسایت آموزشی الکد، اگر کنترل یو بزنید بیاید دنبال تگ تایتل بگردید اینجا که هستش، اینها میبینید این تایتل در واقع تگ پیج هستش، جفت هستش، میبینید این مقدار اومده بینش قرار گرفته که باعث شده که اینجا وقتی شما میاد قرار میدید موستون رو میاد اینجا قرار میدید، میاد براتون اسم رو در واقع نمایش میده. منهای این که اگر توی گوگل سرچ بکنید، میخوام بهتون بگم که چقدر تگ در واقع تایتل مهم هستش. اگر همین www.ilcode.iranzamin.com رو سرچ بکنید، میبینید این وبسایت شما رو در واقع این تایتله که اینجا هستش، ببینید این میشه چی؟ معرف شما توی گوگل. در واقع این وبسایت آموزشی الکودی که اینجا دارید میبینید، این هم اگه اینجا در واقع نوشته شده وبسایت آموزشی الکود، در واقع این تایتل شما توی رباتای گوگل شناخته میشن که باعث میشه که بیاد ایندکس بکنه در واقع این سایت شما رو، و تایتلش رو میاد ایندکس میکنه یا جستجو میکنه و به دست میاره، و بعد چند صباح که میگذره، حالا سئو میگیرید، وقتی طرف میاد سرچ میکنه، میان این تایتل وبسایت رو اینجا قرار میده و به طرف مقابل نمایش میده. اینا هم حالا در واقع پستایی هستش که من قرار دادم و به این شکل اومده قرار گرفته. خب پس من یه تگ دیگه ای دارم که توی هد قرار میگیره، حتما مخصوص هد هستش، یعنی بعد توی شکم هد قرار بگیره. مقدار تگ جفت تایتل پرزا جفت هستش، میبینید در واقع تگ اینجا باز هستش، تگ بسته. با تگ در واقع سینگل یا تگ هم آشنا میشیم، یه ذره جلوتر بعد از این در واقع باش آشنا میشیم. مثلا من میتونم اینجا بیام تایتل رو قرار بدم هوم پیج، یا مثلا بنویسم وبسایت لرنینگ ایران. خب این علای کنترل اس میزنم. الان اگر بیام اینجا و دوبار روش کلیک بکنم، ببینید وبسایت لرنینگ ایران اومد عوض شد تایتلش. پس من تونستم راحت آب خوردن از این تگ تایتل بیام اینجا استفاده بکنم توی هد و بیام چیکار بکنم؟ بیام در واقع اسم صفحه وبم رو عوض بکنم. حالا شاید برای خیلیاتون سوال بشه این هد کجا به کار میاد؟ ببینید اینا چیزایی هستش که مرور زمان باید بفهمید. نگاه کنید، ما اگر بخوایم رو ساختار صفحات وبمون، حالا باز زوده ولی بعدا در موردش صحبت میکنیم، بخوایم روی ساختار صفحات وبمون مثلا روی سئوش، نگاه کنید این کنترل یو که من برای وبسایت خودم گرفتم، ببینید اینجا تگ های متا داره. این متا ها برای چی هم؟ برای سئو هم. یا این اینجا رو میبینید اینا متا ها در واقع برای سئو هم. این تایتل در واقع نماینده معرفی من هستش توی گوگل و وبسایت های دیگه. شما در واقع اینها رو باید توی هد قرار بدید، متاها رو باید توی هد قرار بدید. اینا بحث سئو هست، مثلا اینا بحث سئو هست، اینا بحث سی اس اس بعد قرار گرفته، بحث آیکون همه اومده اینجا قرار گرفته. مشخصا اونهایی که باید توی در واقع بیاد هد قرار بگیره تگ های مشخصی هستن. تگ تایتل باید حتما توی هد قرار بگیره. من میام بذارم تو بادی، کار اشتباهی کردم. این تگ تایتل فقط و فقط مخصوص هد هست. تگ تایتل باز، تگ تایتل بسته، حالا هر چی که بیام بینش بنویسم در واقع میشه چی؟ کانتنت مربوط به این تگ تایتل، و میاد اینجا نمایشش میده. حالا من اینو عوضش بکنم، مثلا بذارم پروگرامینگ وبسایت، مثلا وبسایت برنامه‌نویسی، بیام اینجا کنترل اس بزنم، یه F5 بزنم، میبینید اینجا عوض شد و
اومد شد پروگرامینگ وبسایت. اگر کنترل یو هم بگیرم میبینید که این تایتل اومده اینجا قرار گرفته و باعث شده که این دعوا چی بشه برای معرفیش باشه. خب آیا من تگ دیگه ای هم دارم؟ تگ دیگه ای دارم که تا الان شما هرچی تگ یاد گرفتید تگ های پیرز بودن یا جفت بودن، مثل چی؟ تایتل، مثل هل، مثل بادی و در نهایت هم مثل HTML که اومده اینجا قرار گرفته. خب من یه تگ سینگل بهتون معرفی کنم یا تگ بهتون معرفی میکنم به نام متا. متا ها کار زیادی میکنن، بیشتر برای SEO هستن، ولی یه مقدار دیگه شون هستش که برای ما اجازه میده که بیایم فارسی بنویسیم توی صفحه‌مون. نگاه کنید اگر من بیام اینجا مثلا اینجا بنویسم وبسایت فارسی می‌نویسم برنامه نویسی، آیا این صفحات اگه کنترل اس بزنم اینجا سیو بشه بزنم می‌بینی اینجا نوشته وبسایت برنامه‌نویسی. اوکی، کروم برای ما ساپورت می‌کنه. خب کروم برای ما ساپورت می‌کنه، ولی اگر من این رو یا فایرفاکس برای ما ساپورت می‌کنه، اگر من بیام این رو اوپن ویت بکنم با اکسپلورر، ببین شما فرض کنید که یه سری آدما هستن که هنوز از اکسپلورر استفاده می‌کنن، می‌بینید یه سری کاراکترهای ویژه اینجا گذاشته، کاراکترهایی هستن که اصطلاحا خونده نشده. چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید صفحات وب در واقع انگلیسی رو ساپورت می‌کنن فقط. شما برای اینکه بتونید فارسی رو ساپورت بکنه باید تو قسمت هدتون یه تگی دارین به نام متا. اولین تگ سینگلی هستش که دارید باهاش آشنا میشید. یه اتریبیوت داره، اینا چی هم به مرور زمان یاد میگیم. من الان دارم فقط یه ذره جلو جلو بهتون میگم برای اینکه بتونید در واقع این رو سایتتون رو اصطلاحا بدونید. اگر ما داریم میایم اینجا الان از این نرم افزار استفاده میکنیم، چرا مقدار متا رو گذاشته و کرست در واقع مقدار UTF-8 رو میذاره اینجا، برای چی هستش؟ ایشون از نوع در واقع تگ سینگل هست، اما نیازی نداره که تگ در واقع بسته بشه، فقط یه تگ تنهاست. مثلا مثل اینها پیرز نیست، تایتل باز، تایتل بسته، نه. اینجا متا در واقع فقط چی شده؟ باز شده. معمولا تو HTML5 میمونه اینجا یه دونه اسلش هم میذاشتن. این یعنی چی؟ یعنی که آقا این تگ خودش باز، خودش بسته هستش، نیازی به بسته شدن نداره. من این رو کنترل اس میزنم، حالا میام اینجا یه F5 میزنم. ببینید اومد برای من وبسایت فارسی برنامه‌نویسی شد. خب یعنی فارسی رو اومد الان برای من ساپورت میکنه، یعنی دیگه من خیالم راحته که اینجا هر چی مینویسم فارسی برای من فارسی رو ساپورت میکنه. شاید برای خیلیاتون سوال باشه، مثلا میرید توی سایت های مثلا همین سایت خود من کنترل یو بزنید، اولین متایی که میبینید ببینید متای در واقع کرسد UTF-8، اگر این نباشه برای من سایت رو فارسی ساپورت نخواهد کرد، یعنی اجازه نمیده که من اینجا فارسی بنویسم. خب پس این UTF-8 واجب هستش، که حالا بحث این هستش که بحث بایت و بیت و اینا پیش میاد و بحث زبان‌های برنامه‌نویسی پیش میاد، بماند اصلا چیه قضایاش. فقط بدونید ما از تگ متا استفاده میکنیم به نام در واقع مقدار اتریبیوت کرسر که مقدار UTF-8 باید داخلش باشه. UTF-8 یعنی که اجازه میده زبانی غیر از زبان انگلیسی هم مثل عربی، مثل فارسی، مثل چینی، اینا هم بتونن بیاد توی صفحات HTML کانتنتشون یا دیتای فارسیشون یا عربیشون رو قرار بدن و به هم نریزه اصطلاحاً. کاراکتر در واقع نیاد اینجا کاراکترهای غیر فارسی رو بیاد برای ما نمایش بده. پس من اومدم اینجا تگ HTML رو فهمیدم چیه، تگ هد رو فهمیدم که توش چه چیزایی میتونه قرار بگیره، مثلا تایتل قرار شدش که بیاد اینجا و برای من نام صفحه وبم رو قرار بده. متا دارم که یه اتریبیوتی داره یا یه خاصیتی داره به نام کرسد UTF-8 داره، که حالا دیگه از تو هر وبسایت برید کنترل یو بزنید فارسی ها رو میبینید UTF-8، یعنی اینکه اجازه میده که شما متن فارسی داخل تگاتون بتونید قرار بدید، اینجا رو قرار بدید. اگر در مورد این سوالی نیست بریم یه دونه نرم افزار رو دانلود بکنیم. قرار نیستش تو نوت پد بنویسیم، قرار هستش که توی نرم افزار خیلی خوب شروع کنیم نوشتن، پروژه بسازیم و شروع کنیم کار کردن. اگر سوالی نیست که بریم برای دانلود کردن این نرم افزار خوب و کار کردن با اون نرم افزار خوب. بچه‌ها اگه سوالی هست بپرسید.